هر وقت بگن آره صفر تی ان تی زبان کنکور 99 بریم با نام و یاد خداوند و عرض سلام و ادب به همه شما کلاسینای عزیز. در همین ابتدا دعا میکنم کرونا از شما و خانواده دور باد. بهتون قول میدم که یک کلاس تی ان تی عالی با هم برگزار کنیم، یه دوره خیلی خوب برگزار کنیم. ببین الان همین اول قولایی که بهت میدم رو یادداشت کن تو ذهنت یا روی کاغذ که ببینی آخر دوره اینا تحقق پیدا میکنه یا نه. من حدود 150 تست کلوز تست جدید براتون حل خواهم کرد، چون میدونم نقطه ضعف بچه‌های ما تو کنکور یک مقدار زیادی کلوز تسته. قول بهتون میدم که 150 تا تست تألیفی جدید برای شما خواهم داشت. قول میدم 150 تست از آزمون‌های برتری که استاندارد تو کشور برگزار شده برای شما حل بکنم. قول میدم که بیش از 150 تست کنکور سراسری 98 رو نه تنها حل کنم که تحلیل کنم. راستی فرق حل با تحلیل چیه؟ امروز تو کلاس صفر ما خواهید فهمید که فرق حل با تحلیل چیه، فرق سالوینگ با انالیسیس چیه. خیلی اینا با هم متفاوته و اون چه که این موقع سال به درد بچه کنکوری میخوره تحلیله نه حل. حل قبلا صورت گرفته، الان تحلیل میخوان. پس یه بار دیگه یادآوری میکنم، بیش از 150 تست کلوز با هم حل میکنیم، خیلیه. بیش از 150 تست تألیفی گرامر و وکب جدید حل میکنیم مطابق با ظریف سختی کنکور. بیش از 150 تست 98 رو، یعنی تمام تست های 98 رو تمام رو تحلیل میکنم دونه بدونه. یه کار دیگه برات میکنم، 30 تا درک مطلب کنکور و تألیفی جدید دوباره برات تحلیل میکنم. یاد باشه درک مطلب 32% کنکوره، دست کمش نگی. درسی که میانگینش 4% تو کشور نیست. یه کار دیگه برات میکنم، قول میدم نکته ها رو به شکل معکوس به درس بدم. آقا تدریس معکوس کدومه؟ امروز میفهمی چیزی که تو کنکور رخ میده اتفاقا معکوس آن چیزی که در ضمن سال رخ داده. اینا رو همه رو میفهمی. پس امروز فرق حل و تحلیل رو میفهمی، فرق تدریس رو با تدریس معکوس میفهمی. قولم دادم عددا رو 150 150 300 به اضافه کل گفتم 30 تا درک مطلب رو نه حل تحلیل میکنم. یه خبر خوبه دیگه، اگه خدا عمری بده، اگه خدا عمر توفیق بده و تو منو همراهی کنی، یه کار دیگه برات میکنم. کل کتاب درسی و کتاب کار 12 11 10 که به شدت الهام بخش طراحی کنکور در سال 98 بود رو، کل این 6 کتاب رو برات تست میکنم و برات تست کردم و توی دوره‌های نکته و تست هم برات میگم. گرچه میگم نکته و تست غلطه، بگو تست و نکته. خودم اگه جای غلط گفتم منو تصحیح کنید، تست و نکته. باز فرق نکته و تست با تست و نکته چیه؟ این رو هم امروز خواهیم با هم فهمیم. بچه امروز خیلی جلسه حیاتیه. بچه خوشحالم که دارمتون و بعد یواش یواش توی چت روم من ببینم شماها رو و بازم بهتون عرض سلام و ادب میکنم و از خدا برای همتون سلامتی میخوام. بچه قبل از اینکه بحثم رو امروز شروع کنم، امروز من بحثم اینه، میخوام یک نکته بسیار مهمی که ببین 52% ازش تست در کل 98 اومده. تکرار میکنم، میخوایم امروز دو نکته ای رو تو گرامر بحث کنیم که مقداریشو درس دادیم ولی مقداریشو نمیتونستیم درس داده باشیم. الان میفهمی چرا؟ 52% از این نکته تو کنکور 98 سوال اومده. پس تو بدون همین قدم تو کنکور 99 سوال خواهد اومد. اونو میخوایم بررسی کنیم. اگه رسیدیم میخوایم راجع به یه نکته مهم در روش تست لغت با هم بررسی کنیم و اگر برسیم نمیدونم، میخوایم با هم راجع به درک مطلب. یه سوالی هست که میگه موضوع متن یا عنوان متن چیه و خیلی ها توش گیر میافتن، اونو با هم دیگه حل کنیم. خب فرض ما اینه، پیش فرض ما، شما لغت های 12 11 10 یا بچهای نظام قدیم، بچهای کتاب پیش دانشگاهی و سومیشون رو برادن، چون امروز برای هر دو نظام مشترکه، یعنی هم نظام قدیم رو پوشش میدیم هم نظام جدید. یعنی یاد باشه نکته ای که امروز میگم هم برای بچهای نظام جدیده هم برای بچهای نظام قدیمه. پس یه بار گفتم چه کارهایی میخوایم انجام بدیم رو گفتم، فرق حل و تحلیل رو امروز میفهمی، کلا میفهمی TNT تست نکته تحلیل چیه. قبل از اینکه دوباره امروز تستامو شروع کنم و با هم کلاس نکته و تست رو رسمی شروع کنیم، بازم میگم کلاس تست و نکته ولی دیگه تو دهن به غلط رایج شده نکته و تست، من هیدش میگم تست و نکته. قبل از اینکه کلاس شروع کنم یه چیزی بهت میگم،
الان دوستان منم اینجا هستن با من توی این اتاق و استودیو. ببینید ما معلم‌ها وقتی درس میدیم به طور طبیعی تستی که میدیم تاپیک ریلیتده، یعنی معلم فیزیک، زبان، شیمی، ادبیات، هر موضوعی رو که درس میده تستی که میده مرتبطه با اون تسته. یعنی وقتی من میام به تو جمله معلوم مجهول رو درس میدم، خود به خود تستایی که حل میکنید راجع به جملات مجهوله. وقتی من جمله شرطی درس میدم، خود به خود تستایی که میزنی جملات شرطیه. من میخوام بگم چه اتفاقی میفته که وقتی ما درس میدیم شما تستا رو با ما خوب میزنید، ولی وقتی سر کنکور میرید نمیتونید تداعی کنید که این تست کدام جلسه درسی معلم رو شامل میشه. دقت کردید چی میگم؟ ببین بذار مثال خیلی خوب باهات شروع کنم. ببینید من اصلا حرفم چیه. TNT تست نکته تحلیل جلسه صفر با من داشته باش. شروع نکن به حل کردن. ببین من میخوام توضیح منو توی سوال گوش کن. سوال تجربی 98 دقت کنید. جمله بوده speak it fluently takes more time than I previously thought. خوب دقت کنید. من اگه الان بیام اول درس بدم بعد تست بزنم دوباره کار خراب میشه. میشه همونی که تا حالا رخ داد. من میخوام بگم چه اتفاقی سر کنکور 98 میافتاده. چه نظام قدیم چه نظام جدید. شاگرد میخونده able to learn foreign language for I learn a foreign language to be able to learning a foreign language to be able to learn to be able to foreign language for me. بچه بیاین خودمونی باشیم. ضمن سال این تست رو برو ببین معلم ها و کتاب های درسی کجا آوردن و خود من. اونجایی که تو 11 هم داریم کاربرد اسم مصدر و مصدر رو تو درس 2-3 یاد میدیم، میان میگیم آینجی کجاها میاد، میگه آینجی یکی از جاهایی که میاد به عنوان اول جمله به عنوان فاعل جمله میاد. بعد میان خیلی کارش ساده میکنه، میگه بچه ها یه تست ببینید، یه تست به این سختی، ولی بچه ها کجای جمله خالیه؟ اول جمله. خب اول جمله چی میخوایم؟ آینجی. بنابراین گزینه چند درسته؟ گزینه 3 درسته. شاگرد خیلی همون لحظه حال نمیکنه. بچه‌ای که با منید الان ها چتا رو بعد میتونیم داشته باشیم، خب از هر وقت فکر میکنید به من بگید. ببین شاگرد فکر میکنه که چقدر راحت، چقدر ساده. الان من دوستام اینجوری بگم بچه‌ها، نکته اول آینجی اول جمله فاعل جمله میاد، آینجی بعد از حروف اضافه میآید، آینجی بعد از افعالی مثل انجوی اوید و میس و ریس و کیپ میاد. حالا میگیم کاربردش. شاگرد با خودش که چقدر جالب، اول جمله هم که خالیه، یه آینجی میخواد. جابری تست 98 تجربی نظام جدید رو در 3 سوت حل کرد. ولی جابری حل کرد و شاگرد جابری در وقتی که داریم اون مبحث رو درس میدیم. اشکال آموزش همینه، راه گریزی هم نیست. آموزش تست مرتبط، آموزش تست مرتبط. ولی روز کنکور چه اتفاقی میفته؟ روز کنکور شاگرد من، اینو دقت کنید، روز کنکور شاگرد اینو که میخونه که یادش نمیاد که مبحث آینجی مصدر با توه. پس چه اتفاقی میفته؟ حالا از اینجا TNT جابه‌ای رو گوش کن. TNT جابه‌ای رو گوش کن. هر وقت شما تو تستای گرامر، چون بعد به یاد میدم تو تستای گرامر اول باید جواب رو بخونی. آها. به جای که یه دور سوال رو بخونی. هیچی نفهمی. حالا جواب رو بخونی. تازه یکم بفهمی. دوباره سوال رو بخونی. ببین چی کار میکنی. از اول جواب رو میخونی. هر وقت تو جواب‌ها، خوب دقت کن. هر وقت تو جواب‌ها آینجی یا مصدر با تو دیدی، تکرار میکنم، هر وقت تو جواب ها آینجی یا بگو مصدر با تو، به اینا میگن شکل فعل. با من قرار ببند، به اینا میگن شکل فعل. پس هر وقت تو جواب ها آینجی یا مصدر با تو دیدی که به اینا میگن شکل فعل، بگو به احتمال زیاد تست شکل فعل. تکرار میکنم، به احتمال زیاد تست شکل فعل. یعنی وقتی تو آینجی میبینی یا مصدر با تو، میگی به احتمال زیاد جواب آینجیه. حالا ببینم آیا جواب آینجیه؟ میبینم بله، takes verb جمله است. یعنی چیه؟ بگو فعله. اول جمله نیاز به چی داری؟ بگو subject، یعنی بگو فاعل. و یادتون باشه فاعل یا آینجی میمد یا مصدر با تو، یعنی پاسخ میشه گزینه است. حالا میشه بگی جواب گزینه است. پس یه بار دیگه نکته طلایی، هرگاه تو جوابا، اصلا به سوال کاری نداره، شما شکل فعل دیدی، شکل فعل چیه؟ تکرار. بگی شکل فعل عبارت است از مصدر با تو و آینجی. هرگاه مصدر با تو آینجی دیدی، بگو به احتمال زیاد تست شکل فعله. یعنی جواب یا آینجیه یا مصدر با توه. خب آینجی رو میبینیم. حالا ما فقط کافی یه بار یادآوری به هم بکنیم که آینجی مصدر با تو کجا میاد. بچه هنوز این تست تمام نشده، راجع به این تست دوباره من حرف دارم. چرا گزینه 4 جواب نشد؟ چرا گزینه 2 جواب نشد؟ یه شاگردی شاید ترجمه کنه بگه من یاد میگیرم یه زبان رو که بتونم صحبت کنم، آن رو بعد طول میکشه بیش از اونی که من قبلا فکر میکردم. چون همتون که فن ترجمه تو خوب نیست،
ببین من یاد میگیرم یه زبان خارجی که بتونم صحبت کنم، آن را خیلی سلیس طول میکشد، بیش از حدی که من قبلا فکر میکردم. شاید یه شاگردی گزینه دو رو بخواد بزنه، به ندرت شاگردی گزینه یک رو میزنه، شاید یه شاگردی گزینه چهار رو با یه ترجمه خودش بزنه. چرا دو و چهار نیست؟ اینم میخوام بگم. فعلا یه روش کوتاه یاد دادم، تکرار، هرگاه در جوابها شکل فعل دادن. ببین لرن خودش فعله، شکل فعل نیست. شکل فعل دو چیز شد، یادآوری، آی ان جی، مصدر با تو. من بگو شکل فعل چی شد؟ بگو آی ان جی، مصدر با تو. هر وقت تو جوابها آی ان جی، مصدر با تو دادن که امسال 52% دادن. گوش کن، نمیگم حتما جواب آی ان جی، مصدر با تو، میگم به احتمال زیاد جواب آی ان جی یا مصدر با تو. خب چرا حالا آی ان جی رو انتخاب کردن؟ چون جمله فعل داره، ما قبل از فعل سابجکت یعنی چی میخوایم بگو؟ فاعل میخوایم، فاعل اونم به شکل آی ان جی اومده. آی ان جی میتونه فاعل جمله باشه. حالا یه لحظه تو صفحه فری منو نگاه کنیم، یه یادآوری با هم دیگه داشته باشیم. وقتی میگیم شکل فعل، شکل فعل، ببینیم منظور اون از شکل فعل چی شد. دو تا چیزو گفتیم میگیم شکل فعل، یکی آی ان جی، یکی مصدر با تو. حالا بچه ها یه نکته ای رو میخوام بگم که گیر طراحای کنکور و اصلا ما معلم ها بهش توجه نمی کنیم، تو کتاب هم نیست، و اون اینه: نه آی ان جی نه تو هیچ کدام فعل نیستن. اینو یاد باشه، آی ان جی و تو شکل فعل هستن ولی فعل نیستن، یعنی در شمارش ارکان جمله فعل محسوب نمیشن. ببین یعنی تو مثلا میای میگی work فعله، works فعله، worked فعله، زمان چیه بگو؟ گذشته، has worked فعله، اینا رو فعل میگیری. آقای جابری آخه این تست اینقدر توضیح داره. آره به خدا اینقدر توضیح داره. صبر کن اگه بخوام کلا سرت نزنم باید این توضیح ها رو بهت بدم. ببین اینا فعلن، گوش کن، اینا فعلن، اما به محض اینکه میشه آی ان جی یعنی میشه ورکینگ خالی، ورکینگ خالی، یا میشه تو ورک، زیر اینا می نویسن ورب، ولی اینا ورب نیستن، اینا انن، یعنی ناونن، یعنی اسمن. پس بچه من رو همراهی کنی، اشکال فعل چی هست؟ آی ان جی تو. اشکال فعل، فعل بگو نیستن. نکتمون هم اینه، هرگاه در جواب ها تکرار میکنم، تستی رو خوندی، در جواب آی ان جی و تو دیدیم، آی ان جی و تو دیدیم، میگیم به احتمال زیاد جواب یا آی ان جی یا تو، یعنی به احتمال زیاد جواب اشکال فعله. ولی بچه‌ها بعضی تستا هست که جواب نه آی ان جی نه تو، اونا رو بهت میگم حالا بچه کار کنی. این گیره طراحی کن. پس یه بار دیگه ذهنونو رو منضبط کنی. یک، داریم با تستی روبرو میشیم که تو جواب آی ان جی تو داریم. سلام بچه‌ها، سلام 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 به همتون، همه. خب گوش کن، منو گوش کن. ببین هرگاه تو جواب‌ها آی ان جی تو دیدیم، میگیم به احتمال زیاد جواب یا آی ان جی یا تو. اینو تا اینجا داری؟ خب حالا اومدیم گفتیم آی ان جی و تو هیچ کدومشون فعل نیستن. ببین نکته رو من امروز تا نیم ساعت دیگه چقدر باش تست حل می‌کنم. آی ان جی و تو هیچ کدوم فعل نیستن. حالا سوال، آی ان جی و تو کجا به کار میرن؟ درس دادیم ولی بازم تو نکته و تست ها. ببین امروز جلسه یک نکته و تست نیست، امروز یه نمای، یه شمای کلی است از نکته و تست هایی که خواهم بود. آی ان جی و تو رو سریع با هم یادآوری کنیم کجا میومد. آی ان جی یکی سابجکت جمله میومد، یعنی به عنوان چیه جمله بگو؟ فاعل جمله. مثلا من میگم تیچینگ، تدریس، ایز انجویبل، ایز فعل، تیچینگ سابجکت. حالا میتونم بگم تیچینگ انگلیش ایز انجویبل، میتونم بگم تیچینگ انگلیش این دی کلاس ایز انجویبل، مهم اینه که ایز فعل، تیچینگ سابجکت. پس یک سابجکت. دو، کجا میومد؟ بعد از افعالی مثل انجوی، من لذت میبرم، کیپ، من ادامه میدهم، کویت، من ترک میکنم، اوید، من اجتناب میکنم، که بعدها من اینا رو تو نکته تست هم درس میدم. خوش کن، الان امروز نمیدم درس بدم، امروز میخوام تحلیل کنم تستو. بعد از افعال اینجوری ما آی ان جی میوردیم، میگفتیم تیچینگ. خب و سه، یادتون باشه آی ان جی کجا میومد؟ بعد از حروف اضافه، ات، او، آن، فور، وید، بای، فرام، بعد از حروف اضافه چی میاد؟ آی ان جی. پس یه بار دیگه، اگه من میخوام ببینم تو تستی آی ان جی جواب هست یا نیست، باید ببینم یک، قرار فاعل جمله بیاد آی ان جی بزنم، قرار بعد انجوی، کیپ، کویت، اوید، میس، ریت، اینا بزنم آی ان جی بزنم، قرار بعد حروف اضافه بیاد چی میزنم؟ آی ان جی میزنم. یه جا دیگه هم گفته بودیم آی ان جی میاد، گو به اضافه یک فعالیتی مثل گو فیشینگ، ماهیگیری رفتن،
گو سویمینگ به شنا رفتن، گو شاپینگ به خرید رفتن، که میگفتیم اینا یک سری فعالیت های ورزشی هست که برای آدم معمولا انترتینمنت و سرگرمی دارن. خب مصدر باتو رو کجا میآوردیم؟ مصدر باتو کجا میومد؟ یه بارم مصدر باتو رو خلاصه کنیم. یک، دوباره سابجکت جمله میومد. من میگفتم to teach is دوباره تدریس هست، دوباره to teach اینجا سابجکت، is verb. باز دقت کنید to teach verb نیست. تکرار میکنیم اشکال فعل فعل نیستن. این نکته کلیدی یاد باشه، اشکال فعل که همون آینجی و مصدر باتو بود فعل نیستن، is فعل، این میشه سابجکت. دو، دیگه کجا میومد؟ بعد از صفت. مثلا میگفتم it's possible، ممکن است، یا it's necessary، ضروری است. اینا صفت بودن دیگه ها. میگفتیم بعد از صفت یه for کوفتی هم، یه for x. حالا این کوفتش میتونه خیلی طولانی باشه، for the students in the class، for the students attending in the class، مهم نیست، for کوفت. بعد از صفت یه for کوفت میتونه بیاد میتونه نیاد. بعدش من دوباره میگم to teach، مصدر باتو. دیگه ببینیم مصدر باتو کجا میتونست بیاد. بعد از یک سری فعل که بعد از اون فعلا ما مضارع التزامی میوردیم. من میخوام تدریس بکنم، امیدوارم تدریس بکنم، قول میدهم تدریس بکنم، توقع دارم تدریس بکنم، میگویم به تو که تدریس بکنی، هشدار میدهم به تو که تدریس بکنی، نصیحت میکنم به تو که تدریس بکنی. ببین اینا رو بعد درس میدم بهتونا، بعدا دوباره نکتهشو میگم. یه بارم اینا رو درس دادم، ولی نگاه کنید بعد از این فعلا که ما تو فارسی مضارع التزامی میاریم با به. ببین میخوام درس بدم، امیدوارم درس بدم، قول میدم درس بدم، توقع دارم درس بدم، نصیحتت میکنم درس بده، باز مصدر باتو میاد. و نکته چهارم که میگفتیم در کتاب نیست ولی پرکاربردترین مصدر باتوی کنکور میده تو نظام قدیم و نظام جدید، مصدر باتویی که بیان هدف میکنه، مصدر باتویی که بیان هدف میکنه. الان من میگم I am here، من اینجا هستم، منظورم از اینجا بودن اینه to teach you، که به شماها درس بدهم. ببین آها، اینجام که درس بدم، I am here to teach. پس یه بار دیگه، فاعل جمله مصدر باتو، بعد از صفت مصدر باتو، بعد want to hope و promise و tell و ask و want مصدر باتو. کلن دیگه الان نمیگیم بعد از چی، هر وقت میخوایم بیان هدف کنیم مصدر باتو. یه بار دیگه ببینید، چهار تا کاربرد برای مصدر باتو گفتیم، چهار تا کاربرد برای اسم مصدر گفتیم. یه بار مقایسه کنید، برای ing یا اسم مصدر فاعل که مصدر باتو هم میتونست فاعل بیاد، بعد از enjoy و avoid keep که الان تو تستا بیشتر نکتهشو میگم ing میاد، بعد حروف اضافه ing میاد، بعد از فعل go هم ing میاد. یه بار مطمئن بشم یاد گرفتیم یادمون موند، یادتون که بوده. یه بار دیگه یادآوری کنید، سابجکت جمله ing، بعد از enjoy keep quit avoid ing، بعد حروف اضافه ing، بعد go ing. خب حالا مصدر باتو، سابجکت جمله مصدر باتو، بعد از صفت یا صفت for کوفت مصدر باتو، بعد از افعالی که ما باید بگیم به برم ببینم درس بدم مصدر باتو، کلن بیان هدف مصدر باتو. الان تو میگی I take exercise regularly، من منظم ورزش میکنم، to keep healthy که سالم بمانم، تو مصدر باتوی بیان هدف. خب بریم سراغ حالا تستم رو دوباره نگاه کن. بیاین سراغ تستم دوباره، یه بار دیگه تست رو ببینید بچه ها. داستان از اینجا شروع شد، گوش کنید. حتما تو کنکور 99 شما تستی خواهید داشت که تو جواب ING یا مصدر باتو. این کلاهبرداری آموزشیه که من بگم بچه ها هر وقت در جواب ING دیدید، ING جواب است. ما از این قوانین کوچیک داریم تو زبان که بگیم اکثرا این جواب است، مثل که امروز خودم یکی میگم، ولی اینجا ظلم به شاگرده بگی ING جواب است، چون گاهی اوقات ING میدن و تو میدن یکی اونها جوابه، گاهی ING میدن تو میدن حالا میبینید هیچ کدام جواب نیست. پس یه بار دیگه گوش کنید، هرگاه ING یا تو در جواب ها بود به احتمال زیاد پاسخ ING یا توه. جابری چرا میگی به احتمال زیاد؟ برای اینکه به احتمال کم ممکنه جواب فعل باشه نه شکل فعل. بچه ها یه بار دیگه میگم، ما یه فعل داریم، ببین work، worked، works، has worked، is working، فعل در زمانهای مختلف، حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری، اینا فعل بودن بچه ها، ولی to work، working شکل فعله. تکرار میکنم شکل فعل فعل نیست، یادآوری، شکل فعل فعل نیست، اینو گفتم.
اگه منو همراهی کنی یه قانون دیگه هم یادت بدم به نام قانون شمارش، دیگه میریم فقط تستایی که از این دو نکته اومده. دو نکته چیه؟ یک، شکل فعل، قانون شمارش. تکرار میکنم، شکل فعل که الان یاد گرفتیم، شکل فعل کاربرداشون هم یاد گرفتیم، یاد گرفتیم شکلای فعل، فعل بگو نیستن، یاد گرفتیم آینجی اینجا ها میاد، اول جمله به عنوان فاعل، بعد از افعال مثل enjoy, avoid, miss, risk, keep، بعد از حروف اضافه اتو اینو آنو فرو ویدو بای، و بعد از فعل گو مثل go swimming, go fishing, go shopping. مصدر با تو کجا میاد؟ یک، اول جمله به عنوان فاعل، بعد از افعال مثل want و tell و ask و order و want ما مضارع التزامی میاریم، بعد از صفت یا صفت فرکوس مصدر با تو میاریم، بیان هدف رو هم مصدر با تو میاریم. ببین خیلی حرف مهمی رو امروز داریم با هم دوره میکنیم. حالا قانون شمارش چی؟ اینم یاد بگیریم دیگه میریم سراغ تست. اینم یاد بگیریم. قانون شمارش چیزیه که در کتاب 11 تدریس شده، تا حالا ازش سوال مستقیم نیومده، ولی بسیار تو کنکور 98 نظام قدیم و نظام جدید. نظام قدیمی ها قانون شمارش اصلا نداشتن، همیشه تو کلوز تستاشو میومد. حالا میبینید نظام جدید دارن ولی اسمش برده نشده، فقط ازش تمرین داده شده تو 11. حالا من خواهم یادت بدم، فقط یه بار قبل از اینکه این صفحه رو برم صفحه 3 یه بار دیگه ببینم چیا نوشتم با دوره کنم. یک، اومدم بهت گفتم شکل فعل آینجی توه و شکل فعل آینجی تو هیچ کدام فعل نیستن. ببین چقدر تاکید میکنم که اینها فعل نیستن. بعد اومدم کاربردهای آینجی رو بهت یاد دادم، اومدم کاربردهای تو رو بهت یاد دادم. حالا میخوام راجع به قانون شمارش با تو صحبت کنم. ببین عزیز من، در زبان انگلیسی یه جمله چیه؟ سابجکت به اضافه یه ورب، یعنی فاعل و فعل، درست شد؟ خب حالا من یه چیزی میخوام به تو بگم، ارکان جمله همین دوتا، سابجکت ورب، فاعل فعل، دیگه هر چی توی جمله بود جز به ارکان جمله محسوب نمیشه. مثلا اگر آبجکت یا مفعول بیاد، دو تا سه تا مفعول بیاد، برای ما تو شمارش مهم نیست. مثلا اگر کلی ادجکتیو یا صفت بیاد، اصلا تو قانون شمارش برای ما مهم نیست. مثلا اگر کلی آینجی بیاد توی قانون شمارش برای ما مهم نیست. تو قانون شمارش دو چیز مهمه، فاعل و فعل. بگو با من، تو قانون شمارش فاعل و فعل، دیگه صفت مهم نیست، مفعول مهم نیست، آینجی مهم نیست. امروز گفتیم مصدر با تو هم مهم نیست، مصدر با تو جزء فعل نیست، اسمه، آینجی اسمه، مصدر با تو. آه، چیزایی که با حروف اضافه میان، ات، این، آن، فلان، اینا به اینا میگن عبارت حرف اضافه ای. تکرار میکنیم، عبارت حرف اضافه ای، عبارتی با یک حرف چی میاد؟ اضافه. اینا هم جزء ارکان جمله نیست. پس یه بار دیگه، ارکان، پس وقتی من میگم ارکان جمله رو بشمار، ارکان جمله رو بشمار یعنی فاعل رو بشمار و فعل رو بشمار. آخر کلاس استاد سوالا رو جواب میدن. چشم، من جواب میدم. فعل همیشه اول میاد، فعل فاعل اول میاد، توضیح میدم بچه‌ها. اینا رو همه رو جواب میدم. گوش کنید، فعلا درس رو فعلا گوش کن. وقتی من به تو میگم ارکان جمله رو بشمار، ارکان جمله میشه سابجکت ورب، فاعل فعل. حالا فاعل و فعل اول یه جمله، یعنی اول اظهارات میان، نه لزوما اول جمله. الان تو تستا میبینیم، یعنی ممکنه تو یه فاعل و فعل داشته باشی، یه حرف رفت، حالا دوباره یه فاعل و فعل داشته باشی، یعنی فاعل و فعل بعدی وسط جمله بیفته. مهم اینه که من فاعل و فعل رو تشخیص بدم که الان میگم چی رو تشخیص بدی. ما بقی عناصر جمله جز ارکان جمله نیست. خوب اینو گوش کنید. من مطمئنم الان چیزی که دارم بهت میگم، نه شاگردای خودم نه شاگردای کلاسای دیگه اینجوری به این تست نگاه نکردن. گوش کن. حالا یه قانون در زبان انگلیسی وجود داره و اون اینه، به تعداد سابجکت یعنی ان سابجکت ان ورب وجود داره، یعنی به تعداد فاعل همون تعداد چی وجود داره بگید، فعل وجود داره، به تعداد یکی کمتر کانکتر وجود داره. سی مخفف کانکتر توی درس امروز ما باشه، کانکتر به معنی حرف ربط بچه جون. خب گوش کن، کانکتر. حالا مثال میذارم که بفهم، گوش کنی. اتفاقا از مثال مثالی بذارم که میخوره به کرونا این روزگارا. خوب دقت کنی جمله رو. من میگم you will avoid the virus، شما از این ویروس اجتناب خواهید کرد و دوری خواهید. چرا این تا اینجا درسته؟ برای اینکه ما یه دونه سابجکت داریم، یه دونه ورب. ببینید، یه اس، یه وی، سی هم نداریم. باید باشه. به تعداد اس وی داریم، یکی کمتر سی داریم. ان سابجکت، ان ورب، ان منهای یک سی.
یعنی اگر در یه جمله دو تا سابجکت داری، باید دو تا ورب داشته باشی، یه دونه کانکتر داشته باشی، یکی کمتر دیگه. اگه سه تا ورب داری، باید سه تا سابجکت داشته باشی، دو تا سی یا کانکتر داشته باشی. الان یه دونه سابجکت داری، یه دونه ورب داری، حرف رفت هم نداری، کاملا درسته. ببینید will avoid رو هم میشه وربت، یوت میشه سابجکتت. از کجا میفهمی یو سابجکته؟ چون فاعل یا اسم یا ضمیر. فاعل یا علیه یا هی، یا تهرانه یا ایت، یا مای پرنتس یا دی، یا آی ان جی و مصدر با تو. یادتونه آی ان جی مصدر با تو هم میتونه سن بگو فاعل باشه. پس فاعل یا اسم یا ضمیره. خوب گوش کن، اینا به درد اون کلوزای میخوره که میگید آ تست کلوز دیوانم میکنه. دیگه از امروز دیوانت نمیکنه، حوصله کن میفهمی. پس یه بار دیگه ما سابجکت و ورب رو شمردیم. حالا من میخوام سابجکت ورب اضافه کنم، اشکالی نداره. میگم تو از این ویروس اجتناب خواهی کرد، اور یا اینکه you will get ill، مریض میشه. دوباره ببینید اور حالا میشه سی، یو میشه اس، will get میشه وی. حالا بشمرید دو تا درست شد. دو تا اس داریم، دو تا وی داریم، یه دونه سی داریم. درست شد. یه بار دیگه نگاه کنید، دو تا اس، دو تا اس، دو تا وی، یه دونه سی. درست شد. ان اس ان وی ان من های یک سی، کاملا درست. یا مثلا میتونستم بگم you will get the virus، you will avoid the virus if you follow، اگه پیروی کنی از instructions، از دستورالعمل ها پیروی کنی. دوباره if حرف ربط شرط میشه سی، you میشه اس، follow میشه چی بگو وی. حالا این قانون ساده، پس یه بار دیگه بگو قانون شمارش چی شد. قانون شمارش میگه ارکان جمله اس و وی، فاعل و فعل. اینو با من تا اینجا هستیم. ارکان جمله اس و وی، خوب گوش کن، به تعداد اس وی داری، یکی کمتر سی داری. درست شد. قانون بعدی اشکال فعل فعل نیستن. پس من میخوام تو دو چیز رو با من بدونی. اشکال فعل فعل نیستن، یعنی مصدر با تو آی جی فعل نیستن. کاربردهای مصدر با تو آی جی رو که من یادت دادم. قانون شمارش هم که میگه به تعداد اس وی داری، یکی کمتر سی داری. درست شد؟ حالا دوباره برگردیم. حالا دیگه بچه‌ها من میخوام برم با تو نتیجه های تی ان تی مو بگیرم. نگاه کنین. سلام عزیزم، چطوری مهدی جان؟ من کمی چایمو بخورم. اگه تا اینجا درس رو فهمیدی، که فهمیدی، بیشترش رو الان میفهمی. ببین عزیزم، من گفتم که این تست کنکور 98 روز جلسه کنکور اتفاقی که میفته، خوب گوش کن حرف من درسته، با اتفاقی که روزای تدریس میفته فرق میکنه. دوست من داره کتاب گاج قلمچی هر چی رو میخونه، گوش کنی، داره میخونه، دقت کن. آره گوش کن. آره به کلاس ریاضی هم نزدیکه، گوش کن، درس گوش کن. شاید داره تست رو میخونه، نگاه کنی، تست رو میخونه، بعد متوجه نمیشه نکته تست. اما وقتی قبلا معلم بهش گفته ing اول جمله، سابجکت جمله، این تست راحت میزنه. ولی من میگم روز کنکور شاگرد چیکار میکنه؟ خوب گوش کن. روز کنکور شاگرد وقتی اینا رو میخونه گیج میشه. ولی روش من جابری چیه حالا؟ گفتم در گرامر اول چی رو میخونیم؟ جواب رو میخونیم. دقت کن. من جوابا رو نگاه میکنم. هرگاه تو جوابها ing و تو دیدم، نگاه کنید. پس این نکته طلایی یادگاری امروز یاد باشه. هرگاه تو جواب ها ING یا مصدر با تو دیدم که بهش میگیم اشکال فعل، میگیم به احتمال 90% تست شکل فعله، یعنی کاربرد یا ING یا توه. حالا بیا بشمریم. تیک فعله، ما یه دونه فاعل میخوایم، بنابراین لرنینگ جواب. حالا اونی که میخواد بدونه چرا گزینه دو جواب نیست، چون گاهی تو کلوز تستا تیپ گزینه دو درست در میاد. در حالی که اگر گزینه دو رو بزنید آی میشه اس. خوب نگاه کنید دوستان، اصلا قانون شمارش در تست تافل هم ما همیشه از قانون شمارش حل میکنیم. تست ها رو نگاه کنید، لرن میشه وی. خوب گوش کن، دوباره اینجا تیک میشه وی. حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته، میشه یک اس، گوش کنید، یک اس دو وی، غلط در میاد، یک اس دو وی، غلط در میاد، باید میشه دو وی دو اس. حالا گزینه سه چرا کارو درست میکنه؟ برای اینکه بگید لرنینگ میشه اس، خوب دقت میشه سابجکت. A foreign language to be able to speak. تو با speak که میاد دیگه جز ارکان جمله گفتیم بگو نیست، چون دیگه فعل محذوف بگو نمیشه. Take میشه verb، بنابراین learning میشه s، takes میگه verb و جمله کاملا درست. حالا حوصله کنی تا مطلب بیشتر جا میفته. گفتم موارد مشابه از دو نکته مطرح شده در این تست رو بیاید با هم حل کنیم.
دوستان من، حالا ببینید چند تا تست تو کنکور 98 آدرس هم دادم، چه نظام جدید چه نظام قدیم، ببینید چند تا تست مطرح شد. یه موقع از بچه خدایی بیاید جدی این تست رو بخونید، فکر کنید روز کنکور بوده. Cars may be stuck in heavy traffic because there are no traffic lights. جای خالی and food goes bad. خدا وکیلی هیچ کدوم از اون علائم بارز که تو مستر باتو بزنی یا آینجی بزنی رو نداره. نگاه کنید، نگاه کنید، جواب میخونی guide or guiding، نگاه کنید to guide they guide. گفتم سوال 89 تجربی نظام جدید. قبول داری شاگرد یا شانسی میزنه یا لطف میکنه حسی میزنه، لحجه میگیره cause me stuck in heavy traffic because there are no traffic lights، بعد میگه guide or they guide. میگم چرا؟ میگه برای اینکه بهش میخوره، بهش میخوره. یعنی چی بهش میخوره؟ حالا بیا با روش من حل کن. سوال مهم نیست برای من، جوابا رو ببینید بچه ها. تو جوابا شکل فعل میبینید، مصدر باتون، آره ing خالی هم که نداره، شکل فعل مصدر باتون. هرگاه تو جواب تستی مصدر باتون بود، میگید به احتمال زیاد تست شکل فعله. یادآوری برای پنجمی ششمین بار، هرگاه تو جواب ها سوال نباید گولت بزنه، شکل فعل دیدی یعنی مصدر با تو آی ان جی، میگه به احتمال زیاد شکل فعله. خب حالا بریم ببینیم به احتمال زیاد شکل فعلی هستن. یعنی ببینیم اینجا تو گاید به درد ما میخوره. بخونید cars may be stuck in heavy traffic، ماشین ها ممکنه گیر کنن در ترافیک سنگین. ببین چقدر هم معنی تستا راحته، مقایسه کنید با اون تستای دشواری که خودم براتون حل میکردم. ماشینا ممکنه در ترافیک گیر کنن because there are no traffic light، چون هیچ گونه چراغ راهنمایی نیست که اونا رو راهنمایی بکنه. آها بچه‌ها، بیان چی؟ بیان هدف. چراغ نیست. به چه منظور چراغ نیست؟ چراغی که راهنمایی بکنه. الان اینجا چی آوردیم؟ مضارع التزامی آوردیم. آره؟ به گفتیم هرگاه تو فن ترجمه به التزامی می‌خوایم مصدر با تو بزن. به التزامی مصدر با تو، چون همون هدف. ببین من اینجام که درس بدم، تو گوش میکنی که یاد بگیری، همه داریم مراقبت میکنیم که ویروس بگیریم یا نگیریم، خلاصه مثبت یا منفی. پس چون هدف میخوایم مصدر با تو، یعنی گزینه چند درسته؟ سه. حالا دوستان من یه لحظه فکر کنید شاگرد چرا باید گزینه های دیگر رو رد کنه. من میگم این تست رو دو جور شاگرد میتونسته بزنه. یک، با فن ترجمه، فهم بحث هدفه و گفتین هدف با مصدر با تو بیان میشه. یادتون که کاربردهای مصدر با تو یکیش بیان چی بود؟ هدف. اما یه جور دیگه هم شاگرد میتونه بفهمه. گوش کن. یه جور دیگه هم شاگرد میتونه بفهمه. بگه کارز اس. خب گوش کن. اون وقتی که گیر میکنی تو کنکور. این برای بچه‌هایی که میخوان واقعا صد بزنن. میبی استاک چیه بگو؟ ورب. بیکاز حرف ربطه، چون که بیان علت سیه. در دوباره اس. آر چیه دوباره بگو؟ ورب. نگاه کنید اینجا رو. نگاه کنید. جمله دقت کنید. جمله سی اس ویش کامله. یعنی شمارش ارکانش کامله. نگاه کنید، دو تا اس داره، دو تا وی داره، یه دونه سی داره. پس پکیج اس و سی و ویت کامله. دو اس، دو وی، یه سی. نتیجه این مجموعه دیگه نباید از ارکان اصلی چیزی روش سوار بشه. یعنی اس یا وی دیگه کارو خراب میکنه. این که وی گاید فعله، رد میشه. آر گایدینگ حال استمراری فعله، رد میشه. این که خیلی رد میشه، چون یه فاعل اضافه میکنه با یه فعل، رد میشه. فقط مصدر با تو جوابه، چون مصدر با تو جز ارکان جمله باری کلا نیست. خوش به حال اونایی تو که فهمیدید چی گفتم تا اینجا. اگه فهمیدید که فهمیدید، ایشالله فهمیدید. خب داریم فهمیدی پس تا اینجا اوکی بچه ها؟ تو چت اوکیه؟ اوکی بچه ها؟ اوکی. حالا که خیلی اکثر مرسی 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 که اکثرا جدی اینو دارید منو دنبال میکنید، ممنونتونم. منم بهتون قول میدم، قسم میخورم چیزی که اینجا دارم میگم هیچ وقت حالا تو عمرم تو کلاسام نگفتم. بچ ولی قشنگ امسال خودم رو جای طراحا گذاشتم، جای بچه‌ها گذاشتم. چی میشه روز کنکور قاعده هایی که ما جدا جدا درس میدیم رو نمیتونن تو تست بچه‌ها بزنن. بچا قبل از اینکه بریم سراغ تست بعدی، یه بار دیگه حرفامونو خلاصه کنیم. هرگاه ببین یه بار دیگه هرگاه در تست در جواب‌ها شکل فعل دیدید، یعنی آی ان جی تو که امسال هم نظام قدیم هم نظام جدید می‌بینید، خب شکل فعل میگید به احتمال زیاد تست شکل فعل، یعنی جواب یا آی ان جی یا توه. برو ببین اون چهار کاربرد آی ان جی هست یا اون چهار کاربرد تو هست.
اگه نبود چی آقا جابری؟ جواب اومد فعله. آها جواب اومد بگو فعله. آقا از کجا بفهمیم فعله یا فاعل و فعله؟ قانون شمارش. امروز میرسیم الان. قانون شمارش چی میگفت؟ میگفت به تعداد فاعل فعل یکی کمتر حرف در اس ان اس ان وی ان منهای یک سی. خب بچه برم تست بعدی. بچه یه چیز جالب ببین، از یه نکته چند تا تست توی کنکورمون اومده. بچه یه بار دیگه ببینیم. People have dreamed of. بهتون قول میدم راستی یه بار دیگه یادآوری. آقا توی این TNT جا بری چیان بود. یک، تحلیل میکنم، حل میکنم. یک. دو، 300 تا تست تألیفی و آزمونهای برجسته جدید رو حل میکنم. 3 150 تا کلوزت سر میکنم. اینا وظیفه‌مه، انجام میدم. کاش که میشد به خدا پول ندید که آدم دفاعی که از خودش میکنه تبلیغ نباشه، ابلاغ حقیقت باشه. 30 تا درک مطلب رو براتون تحلیل میکنم. یه چیزی یادم رفت اول کلاس بگم، دو کارم توی هر 16 جلسه جرمندی انجام میدم. تو هر جلسه، اینا تو هر جلسه است، یعنی هر جلسه کلوز تألیفی جدید، هر جلسه تحلیل درک مطلب، هر جلسه 20 تا 30 تا تست تألیفی جدید، هر جلسه تمام کالوکیشن هایی که تو کنکور میاد، اما تمام عبارت های حرف اضافه ای که میاد، مثل interested این، مثل confident این، مثل interested این، مثل afraid of، مثل tired of، مثل bored، تمام کالوکیشن ها و تمام فعل های دوتایی مثل keep up و keep up with و keep on و get back و get away و get around، همه رو میگن. فقط تو بخون. کرونا هم که امسال همه رو خونه نشین کرده، همه داری درس میخونید دیگه. به خدا چه سال خوبی شد براتون از این جهت ها، برای محصلا خوب شد، خوب میخونید. خب پیش پیش هم سال نو رو تبریک میگم، یادم نره آخر کلاس سال دو رو تبریک میگم. بچه ها ببین، دوستان درست گفتن گزینه دو. من میخوام اینو بگم، روز کنکور قبوله. People have dreamed of and به جایی که سوال رو بخونی درگیر سوال بشی، قرار شد تو گرامر، یعنی توی 4 سوال اول، معمولا 4 سوال اول گرامر، اول جواب بخونید. create creating to create they create. بچه ها نگاه کنید، هی یه دونه جمله میدن، یه دونه فعل میدن، چون بعضی وقتا فعل جوابه. حالا بعد میبینید، همین امروز میبینید. ببین هر وقت تو جواب ها شکل فعل دیدیم، یعنی گزینه دو، گزینه چند بگو سه، میگیم به احتمال زیاد تست شکل فعله. ببین قبل جای خالی چی میبینید؟ بله دوستمون گفتن حرف اضافه میبینید. آم بعد حروف اضافه چی میزنید؟ بگید ing creating. بریم سوال چهارم. جواب رو ببین یه بار، بی خدایی بریم سر کنکور. روز کنکور بچه میخونه the students were told to make sure during the examination time at the school their time to not waste their time that not waste their time not wasting their time. اصلا کف میکنه بچه ها. یه ایدی از جابری. هرگاه در جواب ها not to بود، not to جواب است. شما بازم چک کنین ها، بازم نکتهش رو بری پیدا کنین، ولی یادگاری جابری، هرگاه تو جواب ها not to بود، not to جواب است. این با امضای من، خوبه؟ این با AD not to جوابه. اما حالا بریم ببینیم به روشی که من گفتم شکل فعل داریم، مستر با to. خب گزینه یک غلطه، to not نداریم، not قبل to میاد، درسته؟ to not نه not to، درست شد؟ بیا حالا اینجا، بیا اینجا not to. بعد not wasting، یه دونم ing داده، پس جواب شک نکنید، یا ing یا مستر با to. حالا بریم بین ing مستر با to انتخاب کنید کدومه. نگاه کنید دوره، شاگردها بهشون گفته شد مطمئن شوند که وقت تلف بکنند یا نکنند. خلاصه دوباره بیان هدف، یعنی خلاصه دوباره مضارع چی؟ بگید مضارع، بگو التزامی. هدف و مضارع التزامی با چی بیان میشد؟ با مصدر، بگو با تو. تو با چی منفی میشه؟ not to. تموم شد. ولی من باز به تو اینو میگم، شک نکن، هر وقت تو گزینه ها not to دیدی، not to جواب است. اوکی خب بریم سوال پنجم. به ببین چقدر این نکته سوال بوده. یه بار دیگه ببینید، سوال 90 کلوز انسانی 98، این یه تیکه از کلوز تست بوده. Every year the foundation holds ceremonies. آه کلوز که دیگه بعضی اصلا با توکل به
به نظر من اولیای خداوند جواب میدن. ببین میگه every foundation holds ceremony to collect money from charitable for money from charitable people collect which collects from charitable people money. اصلا بچی بعض وقتا میگه ببینم کدوم به دلم میفته، یا مثلا نگاه میکنه قبلش چند تا گزینه، مثلا میگه یک تا حالا دو کم زده، میگه یه دو بزنم. عزیزم اینجوری برو جلو. بگو جابری گفت هرگاه در گزینه ها شکل فعل دیدیم، یه بار دیگه شکل فعل مستر با تو آینجی هم نهده، به احتمال زیاد جواب شکل فعل. حالا ببینیم این که کلک جواب میده، هر سال فونداسیون برگزار میکنند مراسمی که جمع‌آوری بکند پول، دوباره هدف جمع‌آوری بکند، مضارع التزامی همون به فارسی خودمون، پس همون مستر چی بگو با تو، یعنی گزینه یک تمام شد. گزینه یک ببین چقدر راحت حل میشه و دقیق. حالا بیا سوال شش، دوباره سوال تازه منحصرا زبانی ها بود. The tour guide want the people who relied on him. گزینه ها they do not work, not to work, that they don't work, not working. نکته یادگاری جابری، هرگاه در گزینه ها not to بود، والا بلا not to جواب است. خوبه؟ not to جواب است. حالا یه بار دیگه به روش من، تو جوابا مستر با تو داریم، آینجی هم داریم، شکل فعل. بچه دوباره تکرار کنیم، هرگاه در گزینه ها شکل فعل دادن به احتمال زیاد جواب شکل فعل است، یعنی جواب یا مستر با تو یا چی بگو آینجی. درست شو؟ حالا بگردیم The tour guide warned. آها هشدار دادن، گفتیم هشدار به یه کسی میدیم یه کاری بکنه یه کاری نکنه، گفتیم فعلایی که بعدشون دوباره مضارع التزامی به میاد، تو انگلیسی بعد از اون فعلا مصدر چی میاد بگو با تو میاد، بنابراین مصدر با تو میشه تو ورک، تو هم که با نات بند میشه نات تو ورک، دو جور تونستیم حل کنیم. سوال هفت بریم، خسته نشید، مرسی که منو همراهی میکنید، بازم دعا میکنم کرونا از شما و خانواده دور باد. بچه سوال هفت دوباره تو جواب ببینید، a language این که اسمه، you learn فاعل و فعله، ببین learning شکل فعله، a language هم که دوباره اسم. خب وقتی شکل فعل دیدیم میگیم به احتمال زیاد شکل فعله. خب اول جمله فاعل جمله learning جواب است، بله گزینه سه درسته، خیلی خوب learning a language. بچه تو رو خدا مقایسه کنید با تستایی که ضمن سال حل می‌کنید، کنکور خیلی راحته، شما راحت دیدین جلسه آخر تو حسن خطاب ریاضی 98 حل کردم، راحت خیلیاتون بالای 70 زدید. یکی از دوستان حالا یا به شوخی یا به جدی گفته هر کی زبان ضریبش کم، عین حالا زبان و عربی پایین ترین ضریب رو دارن ولی بیشترین انحراف معیار رو توی رتبه ایجاد میکنن، چون پایین ترین درصد رو دارن به طور میانگین. پس تو دیگه درست بخون. حالا گوش کنین، learning a language میشه subject، is میشه چی بگو verb، یه دونه اینجا subject میاد. آقا این چیه especially when you are a true beginner؟ توی close test ها اینا، حالا توی نکته تست ها بارها میگن، وقتی عبارتی یا جمله ای بین دو کاما میاد reducible، یعنی قابل حذفه، یعنی چون این اصلا بذاریش کنار اینجوری بخون in a short time is، in a short time is که فعله، اینم که میگفتیمش عبارت حرف اضافه ای گفتیم جزء ارکان جمله بگو نیست، بحث کردی اینم میشه فاعل، learning کاملا درست. اما سوال هشت، بچه هشت رو ببینید، همه با هم هشت رو ببینید، هشت رو ببینید. A man called فلانی my bridge the first moving picture in 1878 he made to make making made. حالا خوب گوش کنین، دوستان زدن to make، to make بسیار خوب، حالا خیلی ها to make، بعضی ها made. یه بار دیگه نگاه کنین، توی گزینه ها شکل فعله، آره توی گزینه ها شکل فعله، میگیم به احتمال زیاد شکل فعله، ولی فعل هم داده، فاعل و فعل هم داده. حالا گوش کنید، فقط تو کلاسینا اینا اینجوری بحث میشه. ببین کنکور زبان عمومی بوده سال 98، بخونید a man called my bridge، مردی که نامیده میشد فلانی، حالا این مرد نامیده میشد، دقت کردین چجوری ترجمه کردم، نگفتم مرد صدا زد، را مرد نامیده میشد فلانی. وقتی میگید called my فلان، این در این called در حکم چیه؟ یادت باشه صفت، یاد بگیرید ایدی که تو فن ترجمه شده معنی میده صفته. آقا این تو کتاب هست؟ بله این تو کتاب هست. نظام قدیم، نظام قدیم در پایه 11 هم دارن، سال 11 هم. نظام جایی تو پایه 10 هم دارن. ایدی علامت صفت مفهومی.
amused سرگرم شده، invited دعوت شده، amazed متحیر شده، bored خسته شده، fascinated جذب شده، printed چاپ شده، called نامیده شده. مردی که نامیده میشد فلانی، از رو فن ترجمه فهمیدم باید بگم مرد نامیده شده. و نامیده شده ایدی اینجا علامت صفته، پس ایدی اینجا علامت فعل نیست، پس ایدی جز ارکان جمله نیست، اینجا ایدی صفته. باریکلا ایدی که معنی شده میده بگو صفته، و صفت گفتیم جز ارکان جمله نیست، یادته؟ صفت جز ارکان جمله نیست، مفهوم جز ارکان جمله نیست، حروف اضافه جز ارکان جمله نیست، ارکان جمله فقط فاعل بود و فعل. خب ما یه دونه فاعل داریم سابجکت اما دیگه یه صفت داریم پوفت. حالا خودت بگو بعد سابجکت ما نیاز به چی داریم؟ بگی ورب. خب به من بگید ببینم یک غلط میشه، چرا؟ چون اگه یک رو بذاری میشه دو تا سابجکت یه دونه ورب، دو تا سابجکت یه ورب، شمارش غلطه. دو سه که اصلا جواب نیستن، چرا؟ چون اشکال فعل از جنس فعل نیستن. اول با هم بحث کردیم اشکال فعل جزء فعل نیستن، دو سه هم که رد میشه یک طبق شمارش رد میشه، دو سه که اصلا فعل نیستن جواب چهاره مید. این میشه درست جواب دادن. یکی هم ممکنه بپرونه بگیره، ولی وقتی میپرونی گاهی توی تست دیگه میاد میپرونی نمیگیره. اوکی فهمیدین؟ بریم تست بعدی، تست شماره 9. من گرامرامو که جواب بدم یه نفس میگیرم ادامه میدم رو بوکر. بچه تست سوال 79 ریاضی بوده، سال 98، الان نظام قدیم هم میزنیم، بعدیش نظام قدیم. بچه نگاه کنید، I am honest تست وکب بوده، I am honest, I have no idea but I would like to vacation this year. Be honest. چو be honest? Honest I am. بچه میخواد با حس و لهجه بیاد جواب نمیده. عزیزم I have بشمر، ببین I subject have verb. آره درسته؟ پس یه سابجکت ورب داره، ور حرف رفته، دوباره یه سابجکت ورب هم که داره I would like. یه لحظه ببینید بچه ها، دو تا S داری، دو تا V داری. خب حالا گوش کن، دو تا S، دو تا V، یه دونه C، پس شمارشت کامله، پس این پکیج کامله، پس این پکیج دیگه از ارکان اصلی چیزی قبول نمی کنه، فاعل قبول نمی کنه، فعل قبول نمی کنه. بچه ها پس یک غلطه چون فاعل و فعل میده، دو غلطه چون بی فعل امره، چهار غلطه چون آیا ام فاعل و فعل میده، سه فقط درسته چون تو بی مستره و مستر، بگید مستر و اسم مستر، مستر و آینجی فعل نیستن. این امروز 10 بار گفتم اشکال فعل فعل نیستن، مستر با تو آینجی فعل نیستن. مرسی. تست 10 رو با هم ببینیم دوباره تو شکلا جواب رو. اول قرار شد جواب رو، چرا یه بار کل سوال رو بخونیم بیوخیم تو جواب دوباره کف کنیم؟ کپی کپی این تو کپی، به به آینجی مستره با تو. سری میگه به احتمال زیاد شکل فعله، بله قبل جای خالی اوولد گفتیم، بعد اوولد چی میاد بگین؟ آینجی میاد. خیلی خوب، خیلی راحت تست حل میشه. بریم سوال 11، دوباره نظام قدیم سال 98. بچه ها ورکس فعله، آره تو ورک مستره، هو ورکس جمله وصفیه، اینم که جمله است. دوباره شکل فعل مستر با تو اومده، میگیم اول به احتمال زیاد شکل فعله، بریم شکل فعل رو چک کنیم. To be able to afford university's fees it was necessary. بچه ها necessary صفت یادتونه، بعدش هم for کوفت، for پگی ان گفتیم صفت for کوفت دیدین جواب مستر با توه، درسته؟ صفت for کوفت مستر با توه. پس بچه ها داریم تستا رو با چی تشخیص میدیم؟ از رو جواب. بریم یه تست دیگه حل کنیم، تست 12. او باره کلوز تست 98. بچه ها دوباره to learn and learning is learn learn. بچه ها نگاه کنید شکل فعل to learn و learning، پس به احتمال زیاد جواب to learn و learning. بریم قبل جای خالی نگاه کنیم، میگه productivity and. من بارهای and رو توی نظام قدیم و جدید گفتم، بعد توی نکته و تست هم میگم and و or که دیدید میگه بعد ما و قبل ما. اصلا این من اصلاح کنم، این and تو سوال نیست، این تایپیست من اینجا بیکار خیلی برای شما راحت کرده. بذار من اند اینجا اند نیست تو سوال، پروداکتیویتی اند. حالا نگاه کنی کاما کاما بعد بهتون میگیم کاما. هم بچه ها تو درس 1-12 آدرس هم دارم، هم بچه ها نظام قدیم تو درس 4 زلزله دارید که کاما و اند همپایگی ایجاد میکنن، همپایگی. کاما کاما اند یا اور، پس اند یا اور میشه گزینه 2. حالا این درسته گزینه 2؟ بله، چون کریتیویتی تی وای داره اسم
پروداکتیویتی تی وای داره اسم، بتونه تی وای علامت اسم، مثل سرتینتی، مثل بیوتی، مثل رشنالیتی، مثل نشنالیتی، کریتیویتی، پروداکتیویتی اند اس 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 اند اس. پس چه جالب که طراحای کنکور از کاما و کاما اند و کاما اور استفاده میکنن. بعدن تو نقطه تست هم یاد میدن، تو کلاس های درسی هم یاد میدادن که اند و اور اگه بعدش آی ان جی، قبلش آی ان جی، بعدش مصدر با تو، قبلش مصدر با تو، که کوردینیشن و همپایگی اینا رو گفتم، ولی باز خواهم گفت. ولی باز ببینید از اون شکل فه باور کنید اینجوری نرین، کل تست براتون خیلی سخته. که استادیز دان کلیرلی شو دی بنفیتس اف اور این ریلیشن تو دی دیولپمنت اف دی برین کریتیویتی پروداکتیویتی تو لرن. سو بچا چیکار میکنن اینجا بعضی وقتا؟ خب بریم دوباره، ما موضوع سوالو نمیدونیم مثلا، ها نمیدونیم این چیه، جوابو میخونیم. کنکور 98 عمومی منحصر از زبان remain that they remain to remain. آها ببین شکل فعل، دوباره وقتی شکل فعل دادن میگیم به احتمال زیاد شکل فعل جوابه. بخونیم it is sometimes impossible صفت for proof، صفت for proof مصدر با. بچه 13 تا تست از همین نکته اومده بود، 13 رو ضرب در 4 کنید، 52%. ببین چون من خواهم یه نفسی بگیرم، 52% فقط در نظام قدیم و نظام جدید تست اومده از اشکال فعل قانون شمارش. یه بار بحثمو جمع میکنم، هرگاه با تستی روبرو شدیم که تو جواب آینجی یا مصدر با توه، بدون به احتمال بالای 90% جواب یا آینجی یا مصدر با توه. اگه ناتو تو جواب هاست، ناتو جوابه. برو نکته هاشون، 4 تا کاربرد برای تو گفتم، 4 تا کاربرد برای آینجی گفتم. اگر هیچ کدام نبود گزینه فعل رو بزن. تا جاش خوب شد؟ تمام. فعلا یه نفس بگیریم با هم، یه نفس من 30 ثانیه. شما باشین نرین از پیش منو. مرسی. میخوان الان بیان مهدی جان سروش رو صدا کن. بچه های جلسه اول اصلا نگران نباشین، ادعای من اینه که 60% رو با این TNT من پوشش میدید. شما فقط یه کاری بکنید، لغتنامه منو تا TNT هم شروع بشه، لغتنامه 12، 11، 10 رو کامل بخونید. با یه 20 دقیقه نیم ساعتی که با اینا کار دین، شما گفتم میخوان یه آره کد تخفیف رو اعلام کنید. خب TNT 18 خب کد تخفیف این کلاس دکتر جان TNT بنویسن، بگید بنویسن TNT 18 بسیار. اینم کد تخفیف 35% discount. استفاده 48 ساعت. 48 ساعت. 48 ساعت. بسیار خوب. پس TNT 18 کد تخفیف، ان شاءالله که اکثر میاد. TNT 19 برای نظام قدیم. نظام قدیم من با یه رنگ دیگه، TNT این جدید بود. نظام قدیم TNT 19 تا 48 ساعت. قربونت برم، مرسی. ان شاءالله که بچه‌ها میان، ما هم یه کاری میکنیم که آخر دوره بچه‌ها بگن که اگه پولی دادیم ثبت نام کردیم نوش جونشون و ما رو دعا کنیم. مطمئن باشید که یه کاری میکنیم که خوب استفاده کنیم. جلسه اولی هم نگران نباشن، فقط یه قرار با من بذارن، تا شروع رسمی جلسات یک به بعد واژه‌نامه 12، 11، 10 منو از پنل خود کلاسینو استفاده کنن، لغت‌ها رو حفظ کردن با تو، تست و دوره و تفهیم و تناسب سازی و مفهوم سازی و شبیه سازی با سوالای کنکور هم با من. خیالت راحت. حالا میخوایم بریم راجع به تستای وکب صحبت کنیم. باز ما یه پیش‌فرض داریم که شاید این پیش‌فرض برای همتون صادق نباشه. اون پیش‌فرض می‌دونی چیه؟ اینه که شما اکثر یا همه لغت‌های 12، 11، 10 و نظام قدیم پیش و سوم رو بلدی. خب نظام قدیمی‌ها تو لغت کارشون راحت‌تره، چون حجم لغتشون کمتر از بچه‌های نظام جدیده. درست شد؟ من فقط می‌خوام حالا بگم هم نظام قدیم هم نظام جدید یک
یادگاری از من قبل از عید داشته باشد به نام اثر مجاورت و همسایگی. این چیه؟ گوش کنین، این تست لغت نیست، روی کرد به تست لغته. یعنی یادت میده چطور بری سراغ تست لغت. ببینید دوستان من، اکثر تست های لغت کنکور که میدونین چند تا تسته، 8 تا تست لغت میدن، 3 تا هم یا 2 تا هم تو کلوز میدن، یعنی حداقل 10 تا تست وکب میدن، یعنی 40% تست وکب میدن. میدونید باید چی کار کنید؟ قبل و بعد جای خالی رو اول چک کنید، بعد یه بار کل جمله رو. قبل و بعد جای خالی، بعد کل جمله. میدونید چرا؟ برای که وقتی کل جمله رو میخونید، چون برش، خوب گوش کنید، میخوام یه چیز خیلی حرفه‌ای یاد بدم، برشی که از جمله میزنید خیلی زیاده، احتمال ترجمه اشتباه تو شما زیاد میره بالا و احتمال دیدن لغتهایی که ندیدید و الکی گس میکنید و حدس میزنید و وای چه معانی حدس میزنید بعضی وقتا که آدم شاخ در میاد. خب چیکار کنید؟ ببین عزیزم، هرچی برشی که تو جمله میزنی برش کوتاه‌تر باشه، احتمال اشتباه کمتر. شما یه بار برش کوتاه بزنید، سپورترز، حامیان، حمایت کنندگان، The famous artist، حمایت کنندگان، هنرپیشه مشهور رو فعل داده، حمایت کنندگانی که جستجو میکنن هنرپیشه مشهور رو میخوره، ای حمایت کنندگانی که جذب میکنند هنرپیشه را، نه خیر، حمایت کنندگانی که احاطه میکنن هنرپیشه را، آره حمایت کنندگانی که احاطه میکنن هنرپیشه را، حمایت کنندگانی که تشخیص هویت میدهن هنرپیشه مشهور. هنرپیشه مشهور دیگه تشخیص هویت نمیخواد، همه میشناسن. حالا این طراح، ببین حالا یه بار جمله رو بخونید که مطمئن بشید که حال کردی چه روش خوبیه. ببین قطع و برش بزن، حالا یه بار جمله رو بخونید. و دوستان من، دوستانی که با خودم درس میدم و دوستانی که حالا میخواد تشریف بیارید، بهتون میگفتم تست های لغتی که خودم حل میکنم به مراتب از کنکور سخت داره. بیا نظام جدید 98، نظام جدید قدیم یه روز مشترکه، فرق نمیکنه. راست اینم بعد بهتون میگم، یکی از کارهایی که تو TNT براتون میکنم 200 تا تست مشترک نظام قدیم جدیدم براتون حل میکنم که برای طراحا خیلی مهمه. میدونید که اصلا پارسال چه اتفاقی افتاد؟ 8 سوال در کنکورها مشترک بود. یعنی در کنکور ریاضی قدیم و جدید، تجربی قدیم و جدید، 8 سوال تست مشترک بود. اینو دقت کنید، یه منبع خوب نظام مشترک دو نظامم براتون حل میکنم. پس یه بار دیگه، حامیانی که هنرپیشه مشهور را احاطه میکنه. میدونی چرا ابزورب داده؟ که تو بگه حامیانی که جذب هنرپیشه میشوند. عزیز من، ابزورب جذب کردن، نه جذب شدن. اون تو بی ابزورب ده که میشه جذب شدن. به این میگن تحلیل. یعنی من میشینم میگم طراح چی فکر کرده که گزینه دیگر گذاشته. حالا جمله رو معنی کنید. لغت به لغت، پلیس سعی کرد کنترل کنه جمعیت حامیانی که احاطه میکنند هنرپیشه مشهور را. بچه ها تو رو خدا این تستا رو مقایسه کنید با تستای وحشتناک سختی که یاد داشت تستای لغت خودم برات حل میکردم. بچه هایی که جدید اومدید نگران نباشید، توکل به خدا، اعتماد به جابری و کلاسینو، من کارتون رو درست میکنم، قصه نخورید، کنکور راحته، باور کن. سوال دو، تست بکن، resources, principles, wellness, diversity. ببین هر کدوم ماره یه درس، ببینی؟ ماره یه درس خاص نمیدن. تلقی ما اینه که شما گزینه ها رو بلدی، بلد نیستی فرصت داری بری والا، این راحت میشه لغت ها رو حفظ کنی. بچه ها قبل و بعد جای خالی، to help boost، کمک کنی به افزایش، boost یادتونه افزایش دادن. نظام قدیمی ها boost امسال بهشون نمیده، بگه boost promote میده. ببین؟ یعنی طراح کنکور وقتی میخواد اینو انطباق با نظام قدیم بده، میکنه پروموت، ارتقا دادن. کمک کنیم به ارتقا و افزایش چی ایکس بذاریم، چی در مردم، افزایش چی در مردم، افزایش منابع در مردم. اولا یا که اینو ریسورسز با نچرال میگیم، نچرال ریسورسز دیگه، ما ترکیبی رو جو ریسورسز نمیم، افزایش منابع نه، افزایش اصول نه، افزایش سلامتی آره، افزایش تنوع در مردم نه. حالا یه بار سر رو بخونید، eating correctly and exercising every day. وای چقدر راحت. سالم خوردن و منظم ورزش کردن نیاز است که کمک کند به افزایش سلامتی در مردم. آقا اینجوری دو بار شما جمله رو میخونید، یه بار قبل و بعد جای خالی، یه بار کل جمله. بهتر از این نیست که خودتون اینجوری میخونید؟ یه بار جمله رو میخونید تا وسطا یادش میره، دوباره میخونید تا سه چهار بشه میخونید یادتون میره، یه بار میخونید با نقطه چین حالا یادتون میره، حالا میخونید با نقطه چین گزینه ها رو میخونید حالا گزینه ها یادتون، جمله یادتون میره.
برو برای چی این کارا رو میکنید؟ یه بار قبل و بعد اثر نیبرینگ بهش میگم، ببین نیبرهود افکت، اثر همسایگی، یعنی مؤثرترین واژگان در انتخاب یک جای خالی کلمات قبل و بعد جای خالی، به خصوص وقتی گزینه ها از جنس فعله. جمله رو گوش کنید، به خصوص وقتی گزینه ها از جنس فعل. خب به جای که یه بار من این جمله تورانی تجربه 98 رو بخونم، قبل و بعد جای خالی، ارتباط بین communication between these two، حالا ارتباط بین دو چیز فهمیدن را ممکن یا سخت میکنن، ارتباط بین دو چیز، ارتباط بین دو رسم، ارتباط بین دو تنوع، ارتباط بین دو ترکیب، ارتباط بین دو نسل، تمام شد generation، ارتباط بین دو نسل. عالی جواب داد، قبول داری؟ بریم دوباره یک سوال دیگه از تجربه 98 حل کنیم. بچه ها سیلا رو ببینید، دای مردن، یوز آپ استفاده کردن، گیو آپ ترک کردن. جالب نظام قدیمی هم اینا رو دارن، پوت اساید کنار گذاشتن، I can't believe you all of my شام، تموش، قبل و بعد جانی خواهی، باور نمی کنم که تو همه شامپوی مرا مردی. یعنی چه؟ واقعا کسی که اینو میزنه نسل در نسل ازدواج خانوادگی کردن. عزیز من باور نمی کنم که تو شامپوی مرا مصرف کردی، نه که تو شامپوی مرا ول کردی، نه که تو شامپوی مرا کنار گذاشتی، تو شامپوی منو مصرف کردی و just left empty bottle، حالا بطری خالی مونده. بریم تست پنجم، خسته نشیم بچه ها، دوباره نگاه کنید، اصلا تست رو بخون. The police are asked to take immediate action. دوستان نظام قدیم و جدید هر داشون take action رو دارن، اقدام فوری که further road accident، که تصادفات جاده‌ای بیشتر. بچه ها از جابری یه یادگاری داشته باشین، حداقل 3 یا 4 تا تست گوش کنید، 3 یا 4 تا تست لغتتون گزینه ها فعله. ببین فعل 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 فعل، توی تست لغتی که گزینه فعله در فن ترجمه تمام تمرکز بره رو مفعول، یعنی بعد جای خالی. تصادفات جاده بیشتر را نجات دهیم، تصادفات جاده بیشتر را دفاع کنیم، تصادفات جاده بیشتر را پریونت کنیم، جلوگیری کنیم. فقط دوستان من یادشونه که به جای پریونت میتونست از فعل دوتایی کیپ فرام هم استفاده کنه. بله بریم حالا آماده باشی، یواش یواش میخوام یه نکته امروز آخر کلاس بگم که با اون نکته دیگه واقعا تی ان تی ها بترکیم. چش In my opinion، از نظر من، anyone with value، همین valueشی که خوندیم، هر کسی با ارزش های چی؟ گزینه ها رو بخونیم. ارزش های شجاع یعنی چی؟ ارزش های اخلاقی، بله، مورال. نظام جدید دارن، نظام قدیم ندارن. نظام قدیم نگران این نشه، الان به نظام قدیم ها هم میرسیم. یعنی مورال جزء کلمات مشترک دو نظام نیست. اما سوال 7، گزینه ها رو بخونید. Respect، Forgive، Suppose، Exchange، هر دو نظام دارن. احترام، بخشیدن، فرض کردن، مبادله کردن. خب حالا all that we children do، آن چه ما انجام میدهیم اینه، the mistakes of our parents، اشتباهات والدین. گزینه ها از جنس فعلن، گفتیم وقتی که گزینه ها از جنس فعلن تو فن ترجمه بیشترین تاکید رو کی داره؟ بگو مفعول. بچه ها خیلی این برش ها ارزش داره، میدونی چرا؟ چون کاری میکنه که تمرکز ترجمانی تو بر یک قسمت محدود متمرکز بشه، نه رو کل جمله. چون کل جمله رو که میخونی یا لغت ناآشنا میبینی یا ترجمه های عجیب غریب میکنی. بچه ها ما اشتباهات والدینمون احترام باید بذاریم؟ نه، ما باید اشتباهات والدینمون رو فراموش کنیم، بله، فورگیو، که اکثرا هم میبینم درست جواب میدید. سوال 8، Nowadays people depend on TV، این روزه بیشتر مردم بر تلویزیون وابسته اند. آره دیگه بقیه رو نمیخوان. چجوری وابسته اند؟ به طور ناگهانی به تلویزیون وابسته اند. آخه یعنی چه؟ دیگه ای کسی واقعا میگه به طور ناگهانی من وابسته ام به تلویزیون؟ این اصلا ما بحثی باش نداریم، خدا هدایتش کنه انشالله. به طور آرام وابسته اند به تلویزیون، به طور افزایشی و تصاعدی، بله. گزینه چند درسته؟ 3. سوال بعدی، جای خالی پروفسور. اصلا نگاه کنید، پروفسور، پروفسور پیشنهاد شده، پروفسور اهدا شده، بگه پروفسور کادوئه که اهدا کنن، اصلا میگن خب روز معلم یه پروفسور به شما اهدا میکنه. پروفسور تشخیص داده شده، پروفسور مشهور، دیستینگویش، نظام قدیم نداره، نظام جدید فقط داره. ببین من هم مشترکا رو میگم هم غیر مشترک رو میگم. الان بعدی، برای هر دو نظام مشترکه، پوت سایت کنار گذاشتن، کیپ آن ادامه دادن، کال بک،
تلفن کسی رو با تلفن پس دادن گتوی کنار گذاشتن. Can you to just your difference گتوی دور شدن. ببخشید اشتباه گفتم. گتوی دور شدن. Take away دور کردن، گتوی دور شدن. میشه شما دو تا تفاوت ها و اختلافاتتون رو خب تفاوتاتون رو کنار بذارید. Put aside. اونا که یک زدن عالیه. بارک الله. نه چهار نه. بچه‌ها شهروز و رضا و متین ببینید گتوی دور شدنه. شما دوتا دور بشین از تفاوت‌ها، نه شما دوتا تفاوت‌ها رو کنار بذارید، پوت اسای کنار گذاشتن. خب ببینید چقدر مجاورت کمک من میکنه. آها، تستی که لغتش در هیچ کدام از دو نظام نیست ولی من در هر دو نظام درس دادم. من بارها به شما گفتم به هوای کلمه probable گفتم یه لغت رو یاد بگیرید، likely به معنی چی گفتیم بگید؟ احتمالاً. لایکلی این اصلا ربطی به دوستی و عشق ندارن، این عشقی و دوست داشتنی ها، اون لاولیه. لایکلی یعنی احتمالاً، درست بنویسم دکتری نمیشتم، احتمالاً. لایکلی یعنی پرابابل یا پرابابلی. حالا نگاه کنید ایکس آف هیوی رین چیه؟ باران سنگین، تنوع باران سنگین، نه قدرت باران سنگین. این که اصلا حشوه، چون خود باران سنگین قدرت داره دیگه. قدرت باران سنگین کدومه؟ شروع باران سنگین میشه احتمال باران سنگین. حالا جمله رو بخونید. We cancel our camping trip. ما سفر رو کنسل کردیم به خاطر احتمال باران سنگین. Likelihood. Likelihoodی که برای هر دو نظام خود کلمه جدیده. و فرق باید میدونسته. Likely یعنی محتمل. Likelihood یعنی احتمال. تست 12. باز گزینه‌ها از جنس وربه. نگاه کنید. Hang, leave, value, identify. هر دو نظام. هنگ آویزان کردن و اعدام کردن، لیف ترک کردن، ولیو ارزش گذاشتن، چون فعل ایدنتیفای تشخیص دادن. سریع گفتیم وقتی فعله به کی گیر بدید؟ به مفعول، یعنی به بعد جای خالی. Health above money. چه کردن سلامت فوق پول؟ بله، ارزش گذاشتن سلامت فوق پول. یعنی گزینه چند بگید؟ 3. بچه ها تست بعدی منو نگاه کنید. Radiate هر دو نظام، تاباندن. تو گفتیم هر دو تاباندنه. تاباندن نور ریدییته، تاباندن گرما ریدییته، تاباندن عشق و محبت هم ریدییته. آکر رخ دادن، کامپر مقایسه کردن، فورکاست پیش بینی کردن، هر دو نظام دارن. حالا بخونید. Their faces گفتیم که روی فاعل و مفعول خیلی قبل و بعد جای خالی. Interest صورت‌های آنها علاقه رو از خودش متساعد می‌کرد، ساطع می‌کرد. آها، چقدر استعاری هم به کار برده. صورتش علاقه را به جای که بگه شود نشان می‌داد، radiate از خود میتاباند، یعنی اینقدر علاقه واضح بود تو صورتش. خب تست 14 رو بریم. صدای دمپایی ما میاد دیگه، به خاطر مسئله بهتاشی با دمپایی را میریم. possible, willing, suitable, economical هر دو نظام دارن. possible ممکن، willing راضی و متمایل، suitable متناسب، economical بصرفه. بارها و بارها من به شما گفتم هر وقت بعد جای خالی مصدر با تو بود، نگاهانی یعنی ایکس مصدر با تو و تو گزینه ها ویلینگه، ویلینگ جوابه، چون عشق کنکوره. willing to do, willing to accept, willing to attend, willing to go, willing to come, willing to cook پلاسه willing to accept. میگه بیشتر مردم راضی نیستن که حقیقت را بپذیرن. willing پاسخ گزینه 2 هست. بچه این willing to هم یادگاری یاد بگیرید. تو گرامر هم یه not to گفتم یاد بگیرید. امروز یادگاری زیاد گفتیم به هم دیگه. سوال 15. من چون میترسم به سوالای بعدیم نرسم، میخوام اگر اجازه بدید بذار چرا میرسم، بذار بچه تموم کنیم بعد اون نکته آخرم بگم. بچه سوال 15 رو بریم، گزینه ها رو ببینیم. پس چه جالب، هم تو تست گرامر هم تو تست وکب یه راهنمایی خوب. ببینیم توی هر، گوش کنید، توی هر دوتا تست گرامر وکب اول سری جواب رو بکنید که یه ذهنیتی راجع به سوال پیدا کنی. ریلیس آزاد کردن، سافر رنج بردن، سپریت جدا کردن، اوورکام غلبه کردن. درسته برای نظام قدیم 98 اومده ولی ما رو هر دو نظامه. گفتیم وقتی که فعل میدند رو چی بیشتر تاکید کنید؟ رو فاعل و به خصوص رو مفعول. تو باید ترست را غلبه کنی، اوورکام. گزینه چند؟ 4. یادتون باشه میتونست با دیلویدم بیاره، اینا رو گفتم. یادتون باشه میگفتم هندل هم میتونه بیاره، به هر دو نظام گفتیم اینا رو. بریم سوال 16 دوباره. اینکلود شامل شدن، پردیکت پیش بینی کردن، اگزیست وجود داشتن، کامپر مقایسه کردن،
هر دو نظام. Under the conditions فقط قبل و بعد جای خالی. تحت شرایط شامل شونده یعنی چی؟ تحت شرایط پیش بینی کننده، تحت شرایطی که وجود دارد، پیش بینی شرایط موجود، existing conditions تو کالوکیشن ها و همنشینیاتون گفتم. 17 if you داره فعله مفعول your pet animal، اگه حیوان خانگی رو غذا بهش بدی میشه، حیوان خانگی رو پیشنهاد میدی یعنی چه، حیوان خانگی رو خمش میکنی یعنی چه، رو حیوان خانگی تمرکز میکنی، آخه اینا چه چرت و پرتاییه؟ جواب گزینه 1 کنکور 98 تو رو خدا تستا رو باز مقایسه کنید با تستای خودتون. 18 گزینه ها هر دو نظام و هر دو نظام رو الان گوش کنید، توصیه میکنم بچه ها یک کلمه که تو کتاب اصلا بهش اشاره نمیشه ولی عشق طراحای کنکور یاد بگیرید، speculate با حرف اضافه آن. یادمه در هر دو نظام گفتم که یا بعد speculate آن میاد یا that میاد. خودتون رو با سرعت جابری منطبق کنید. گفتیم اینجا کلاس TNTه، کلاس کنکوره، کلاس تست و نکته است. از این کلاس شوخی ها نیست که هر جلسه بیاییم 5 تا دونه نکته کوچیک بگیم با سرعت یواش بگیم. بچه ها speculate on keep off generalize. عزیزم وقت کنکور تموم میشه، یه بار دیگه speculate on تخمین زدن. اینا خیلی میخوامش. ببین یه چیزی بگم، انقدر طراحای کنکور اینو دوست دارن که تا حالا تقریبا همیشه هر وقت speculate تو جواب بوده جواب درست بوده. speculate تخمین زدن علت ها درسته، speculate on the causes گزینه یک کاملا درست. حالا برو یه بارم جمله رو بخون خودت کیف کن. خب an is a trip نظام قدیم، اینو جدید نداره. کدام یک چی هست یک سفر؟ چی هست یک سفر؟ سفر کدوم یک سفره؟ حتی این جای خالی اینجا بودا، اشتباه نکنید. an جای خالی is a trip، تایپیست من جای اشتباه رفته، حتی اصلاح کردید اینجا، اصلاح شده شو نذاشتیم. An is a trip. چی یک سفر است؟ آزمایش یک سفر است؟ نه. اختراع یک سفر است؟ نه. تجربه یک سفر است؟ نه. اکتشاف و کاوش یک سفر است؟ بله. اصلا exploration تعریفش اینه travel to find، بریم سفر کنیم که پیدا کنیم. اکتشاف. گزینه 4. سوال 20. I was surprised at his to help me. هر دو نظام باید اینو بتونن جواب بدن. Refusal نپذیرفتن. Speculation تخمین. separation جدا، possibility امکان. من تعجب کردم به چیش که کمک من کنه، به امتناعش از کمک به من. همینه، تمومه. راست یه نکته خوبم اینجا یاد بدم، اولین گزینه‌ای که معمولا ذهنتون میگیره درست ترین گزینه است. اینو این چند بار دیگه بعدن میگم، گزینه تو رو خدا عوض نکنید. وقتی گزینه عوض میکنید بیشتر درستا رو غلط میکنید تا غلط ها رو درستش کنید. خب حالا میخوام یه کار شگفت‌انگیز برات کنم. درک مطلب رو نداریم ولی میخوایم به سوالی که موضوع متن چیست جواب بدیم. چند تا سوال نگاه کن، به 11 سوال کنکور 98 شاید 96 97 توش باشه، ولی همش 98. گفتم وقتی نمیتوانیم سوال درک مطلب رو بفهمیم یا جوابش رو نمیدونیم. کدوم سوال؟ امروز این سوال، امروز تو جلسه صرف و ایدیتونه و نوش جونتون و صفا کنید و فقط اینجا میشنوید که حقتون هم هست. این جلسه سوال موضوع یا عنوان متن با روش دکتر جابری. حالا من بگم وقتی میگن عنوان یا موضوع متن چیه، یه موقع متن انقدر زبانت خوبه میخونی میفهمی که اوکی، که بعیده انقدر وقت داشته باشی انقدر سریع بخونی. یه موقع جملات اول پاراگراف ها رو میخونی حد میزنی که اوکی. یه موقع به روش دکتر جابری. ببین دو تا نکته، گزینه ای که مفردتر است کوتاه‌تر است، یا مفردتر است مفردتر، یعنی ا و ان زیاد داره، ا و ان و یعنی جمع نباشه، یا کوتاه‌تر است. یه بار دیگه، گزینه مفردتر کوتاه‌تر. کاش که میرسیدم مبانی سمنتیکس و معناشناسی این روی کرده بهت بگم و حال کن، نمیرسم، فقط از من بپرس. سوال 93 هم نظام جدید هم نظام قدیم، هنر. What is the subject of the passage؟ یه سوال انت اینجا اشتباه ما آوردیم، ماره نکته بعدیه که بهش میگیم directly answered questions. سوال دومون اینجا اشتباه. خب language loss میخوره، گزینه کوتاه به خصوص یک کوتاه. جابری میگم یک کوتاه، یک کوتاه، یک کوتاه، منفرد هم هست loss.
How languages این غلط تایپ شده. امیر جان اون فرم دوم چی شده رو اینجا ننوشته بودی. یه فرم اصلاح شده فرستادم براتون. آره برای آره افسانه یاد نیست. بچا این بوده how languages that. چون اگه بشه language باشه بشه dies. چگونه زبان ها میمیرن؟ جمعه. Comparison of modern and old languages. جمعه. The main difference between humans and animals. جمعه. اوه 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 گزینه مفرد گزینه یک. بیا اصلا سوال جلومون نیست. مت جلومون نیست. حال کردی؟ مت جلومون نیست. پس یه بار دیگه وقتی میگه موضوع مت یا عنوان مت چیست؟ گزینه مفردتر یا گزینه یا نه با یا. مفردتر اول پس ببینید اولویت با مفردتره. یعنی هرچی کوتاه بزنی مفردتر نبود کوتاه‌تر. حالا ما اینو میگیم همه از روی جابده کلاس اینو یاد میگیرن حالا سال بعد همه اینو میخوان یاد بگیرن به نام خودشون سخت میکنن بازم نوش جونشون مهمه که تو اول یاد بگیری سوال دو ما رو الان نیست برو سوال سه موضوع مت موضوع مت What is the subject of the paragraph 2 سوال زبان 98 بچه ها گوش کنید حال کنید موضوع پاراگراف دو چیست خب چه میدونم یکی بخونم How food preservation prevents the growth of bacteria بچه یکی بکتری ها میشد باکتری ها جمعه این که نه Types جمعه نه Importance of food preservation خب ممکنه درست باشه اندیده اصلا شک نکن گزینه کوتاه هم هست اصلا دیگه شک نکن گزینه چنده بگو چهار سوال چهار What is the subject of the passage سوال 93 انسانی هر دو نظام بوده هر دو نظام مشترکی بریم NU اوه 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 او جان من NU type کوتاه ا هم داره تمام بعدی رو ببینید solutions جمع ببینید solutions گن زده missions گن زده objects گن زده What is the main purpose of the passage دوباره سوال انسانی موضوع من چیست to introduce a special type of okay خودشه تو شو داره این که ایوان نداره تو پروفت ایوان بچه ها تازه گزینه کوتاه هم هست اوه هم ایوان داره مفردتره هم سلام چطوری شای اینجا بریم بعدی حال کنید بریم What is the main purpose of the passage بقیه دارن نتا روزی کنگور میخونن کف میکنن تو میگی که to explore reasons for effect کوتاه ایم داره ایم داره To compare and contrast two different findings جمع بسته بلندم هست To follow the historical line of A اینم A داره اینم اوکیه اینم اوکیه اما این یک گیراد داشت To explore reasons جمعه پس بین یک وسته کی درسته بگو؟ سه درست شد؟ این هم که تو شروع در رول آف medical advances این پیپلز جمعه پیپل اینم نه پس پاسخ گزینه چند شد بگیم؟ سه بچه ها برین حال کنید What does the paragraph too many discuss کنکور ریاضی 98 هر دو نظام سریع بگو ببینم The way e-books جمعه e-books جمعه اینم e-books جمعه اصلا اینجوری بگو ways این the ways جمعه درستش کنید the ways the reasons این درستش کنید دوباره چون آر داده تایپ ما جا اشتباه بوده the ways بوده برو ببین سوالو the ways the reasons the effects یه بار دیگه the ways the reasons the effects درستش کنید برید با کنکور هم مطابقت بدید ببینید که فعلا هم ما اینجا جمع آوردیم این جمعه 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 the advantages of e-books اینم که جمعه خب حالا چیکار کنیم؟ بگو 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 همه جمعه بگو گزینه مفرده کوتاهه مفرده کوتاهه مفرده کوتاهه باری کلا برو بریم بعدی سوال 8 کنکور 96 What aspect of fresh food does the passage mainly discuss ببینید که این سوالات همش میگن mainly discuss یا the main idea یا the main aspect یا the main feature یا the main topic قشنگ بلدید بگید بگید سری جواب به روش خودتون اینکه a function itself بله ا داره مفردم هست ویز داره جمعه پارتس داره جمعه اینم داره اینم ا داره مفرده حالا بره یک و چهار کوتاه‌تره یک باریکلا برو حالا همه رو حل کن اینجوری حل کن The passage is primarily intended to مت عمدتاً اومده چی کار کنه مت اومده وای بچه از حال میره همشون هم به نظر درسته inform make a suggestion introduce a finding همه هم مفردن چی کار کنی؟ کوتاهه به خصوص یک کوتاه باریکلا دوباره What is the main idea of the passage بچه ایده من چیه؟ differences جمعه ways جمعه amount مفرده reasons جمعه باری کلا گزینه چند درسته؟ سه بریم های این همون سوال است که من میگم فارسیش هم بدن خیلی ها نمیزنن کدام یک از گزینه های زیر به بهترین وقتی توصیف میکنه اطلاعات رو که در متن آمده است
وای برو فارسیش کن کنکور 97 سوال 97 ریاضی 97 97 ریاضی 97 من میگم فارسی بدن خیلی نمیزنن که رویداد خاصی ذکر می شود و سپس دلائل وجود آن بحث می شود یا یک نکته کلی ایجاد می شود و سپس یک مورد خاص مرتبط با آن ذکر می شود یا یک موضوع جالبی توضیح داده می شود و سپس ایده های له و علیه آن بیان می شود. بابا ولش کن بچه رو، اپارتیکولر تا اینجا اپارتیکولر با ما درست اومده، the reasons کار رو خراب کرده جمع، a general point and a particular case این کار رو درست کرده، an interesting topic تنجش درسته، and the ideas جمع کار رو خراب کرده، different aspects جمع کار رو خراب کرده، پس پاسخ گزینه دو درسته. همه چونه تو TNT میبینم، فقط التماس دعا دارم و از خدا برای همه شما جسم سالم، روح مؤمن و روان معتدل میخوام. بای بای همه تون، موفق باشین، دوستاتون رو تشریف کنین که من این جونی که میکنم کلاس بیشتر بیاید، برای منم خوبه چون برای منم سودش بیشتر میشه، برای شما هم علمش بیشتر میشه. خیلی ممنونم، خداحافظ و سال نو به همه مبارک باد، پر از حال خوش، رتبه خوش انشاءالله و برطرف شدن این بلای طبیعی از سر این ملت. See you later.